نمایشگاه آثار خوشنویسی تحت عنوان گنجینه حقیقت در حق در هدف ترویج هنر خطاطی در ولایت هرات را اندازی گردیده. در این نمایشگاه 32 اثر و سبک کوفی و نستعلیق در سالن علامه صلاح الدین سلجوقی به معرض دید عموم قرار داده شده است. مقام های اداره اطلاعات فرهنگ هرات ضمن اعلام حمایت از فرهنگیان تاکید دارند که زمینه بهبود وضعیت هنر خطاطی را فراهم می سازند. 32 اثر و دستاورد یک تن از استادان 40 دست خوشنویسی می باشد که در قالب دو سبک کوفی و نستعلیق خلق کردیده و اینجا در نمایشگاه گنجینه حقیقت به معرض دید گذاشته شده است. نمایشگاه که به گفته هنرمندان می تواند امید را در میان هنرمندان تقویت بخشیده و فاصله میان مردم و هنر را کاهش دهد. ما به تعداد 32 قطع خط، البته خط متفاوت است، خط نستعلیق است، خط کوفی است، به نمایش گذاشتیم و هر اثری که نوشته شده مدت 15 روز، 20 روز، یک ماه یا دو ماه را در بر گرفتن. دیگه خوشحال هستم که مهمانان ما در کنار ما هستند و ما امید آرزو داشتم که در شهر باستانی هرات که مهد تمدن است، فرهنگ است، نمایشگاه داشته باشم. برگزاری چنین نمایشگاه انگیزه دادن برای هنرمنده، یعنی به رشد هنر. هنرمند وقتی که پو براستی هنر مگذاره و مورال مختلف هنری تهیه میکنه تا میرسه به درجه ممتاز و فوق ممتاز، او یه جا وزی میکنه که اثر خلق کنه. وقتی که اثر خلق میشه باید به نمایش گذاشته شه، چاپ کتاب بشه، انگیزه بخوره که برای رشد تهیلی هنر. هنر که بعد که هر کس هر چی کار کنه اون قطری باز از بیشتر بردشه، نمیتونه کسی بگه من همین هنر خطیطی یا تزیب میناتور خلاص کردم. خلاص نمیشه، هر چی کار کنیم کمه. با این همه مقام های اداره اطلاعات فرهنگ هرات تاکید میکنند که حامی هنرمندانند و از تلاش هایشان در راستای برگزاری نمایشگاه هنری و ارزگذاری به هنرمندان سخن میزنند. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات نیز از اهل هنر و هنرمندان معزز خود حمایت میکنه و فرصت و زمینه فراهم میسازه تالار علامه سلجوقی که مربوط ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات می باشه در اختیار هنرمندان، خوشنویسان، تذهیبکاران و همه اهل هنر می باشه. این در حالی است که هنرهای نقاشی، مینیاتوری و خوشنویسی در هرات قدمت دیری ندارد، اما تا 40 سال جنگ به هنرهای زیبا توجه کمتر شده است.